با نام و یاد خدا سلام خدمت شما دوستان و عزیزانی که از هر گوشه دنیا به کانال ایف جی وی پیوستید خوش آمدید میگوییم و اگر تالا عضو کانال ما نستید لطفا کانال ایف جی وی را که کانال مالتی میدیا هست سابسکرایب کنید زنگوله را فعال کنید از ویدیو های جدید ما با خبر میشین ویدیو های ما را لطفا شیئر کنین کامنت های خوب و مناسبتان را در پای هر ویدیوی ما اضافه کنید دوستان عزیز این ویدیو درباره مسائل و مشکلات مهاجرین در کشور آلمان هست عنوان این ویدیو چه کسان حق ماندن در آلمان را دارند و چه کسانی ندارند چه کسی به عنوان یک پناهنده شناخته می شود چه کسانی در دسته پناهجویان یا سایر اشکال حمایتی قرار می گیرند و می توانند در آلمان زندگی کنند و چی کسی به صورت غیر قانونی در آلمان است و باید به خانه برگردد تفاوت بسیار میان آن چی در جامعه بر سر زبان هاست و عبارات صحیح قانونی وجود دارد حق اقامت در آلمان به چهار صورت حمایتی به افراد اعطا گردد بسیاری از مهاجرینی که به صورت غیر قانونی و به منظور دستیابی به شغل و زندگی بهتر به آلمان وارد می شوند انگامی که متوجه می شوند هیچ یک از این چهار مورد در خصوصی آنها صدق نمی کنند و به کشور خود بازگردانده شده و از سفر به آلمان در آینده محروم می گردند این دوستان شگفت زده خواهند شد امید آنها بر پایه شاید شکل گرفته بود در اینجا برخی از واقعیات بیان می گردد یک اقامت پناهندگان دو حق پناهجو سه حفاظت فرعی و چهارم محرومیت ملی بر افرادی که به با اجبار بازگردانده می شوند یک اقامت پناهندگان در زبان روزمره عبارت پناهنده اغلب در توصیف شخصی به کار می رود که بنا به هر دلیلی از وطن خود رانده شده باشد با اینکه از میان صدها میلیون نفری که در سر سال جهان خارج از کشور مادری خود زندگی می کنند در واقع تنها درصد اندکی از آنها با شرایط یک پناهنده مطابقت دارند سازمان ملل متحد پناهندگان را به عنوان مردم خارج از وطن خود تعریف می کنند که در کشور مادر بنا به دلایل نژادی، مذهبی، قومیتی، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا نظرات سیاسی در معرض خطر آزار و یا خشونت قرار دارند. احتمالا شنیده اید که امکان اطلاق نام پناهجو به یک پناهنده اقتصادی وجود داشته باشد از دیدگاه قانونی چون این دسته وجود ندارد مشتقات اقتصادی در میان میارهای تعریف یک پناهنده وجود ندارد از دیدگاه قوانین بین المللی و بنابر قوانین آلمان افرادی که کشور مادری خود را به منظور بهبود اوضاع اقتصادی ترک می کنند پناهنده نیستند شرایط پناهندگی در پیمان نامه پناهندگی که در سال 1951 در ژنو به امضا رسیده تعریف شده است که بنابر آن مایده ما این افراد آسیب پذیر اجازه زندگی در کشور دیگری را به دست می آرند مانند تمام کشورهای امضا این مایده ما در آلمان نیز پناهندگان تحت محافظت قرار دارند و نباید تا زمان رفع خطر آزار به کشور مبدا بازگردند مقامات آلمان مجوز اقامت در آلمان را به مدت سه سال به پناهندگان اعطا می کند و پس از آن با بررسی اوضاع در صورت نیاز این مجوز را تمدید خواهند کرد دوم حق پناهجو پناهندگی شکل دیگری از حمایت تحت قوانین آلمان است که مشخصا به افراد قابل اطلاق است که در زمینه های سیاسی تحت آزار و اذیت قرار گرفتند درخواست کنندگان پناهجویی برای قرار گرفتن در دسته پناهجویان می بایست شواهد در مورد آزار و اذیت خود توسط یک حکومت کشور خود ارائه دهند در ایمال این شکل از محافظت بسیار نادر است اما در صورت توافق مجوز اقامت به مدت سه سال صادر خواهد شد و پس از آن وضعیت محافظت به تمدید خواهد رسید سوم حفاظت ثانویه پناهجویانی که دسته پناهجویان محافظت شده قرار نمیگیرند ممکن است حایز شرایط حفاظت ثانویه گردند شرایط حفاظت ثانویه زمان محرز خواهد شد که جان فرد در کشور خود و یا به صورت جدی مورد تهدید قرار گیرد وانه عنوان به سال، مجازات اعدام، شکنجه و مجازات غیر انسانی و یا درگیری نظامی داخلی و یا خارجی بازگشت به کشور را ناممکن سازد. احراز شرایط محافظت ثانویه مجوز اقامت یک ساله را در پی خواهد داشت و پس از پایان یک سال بنا به تشخیص مقامات آلمانی این مجوز تمدید خواهد شد. شماره چهار محرومیت ملی بر افرادی که به با اجبار بازگردانده می شوند آخرین شکل از محافظت نیز تنها بر شرایط خاص و نادر دلالت دارد مقامات آلمانی ممنوعیتی بر بازگشت اجباری افراد اعمال می کنند به منای آن که حتی در صورت عدم احراز هر یک از سه حالت بالا مهاجر را نمی به اجبار به کشور خود بازگرداند این حالت زمانی رو خواهد داد که مقامات متقاعد شوند که بازگشت فرد به با کشور خود باعث نقض پیمان حفاظت از حقوق بشر و آزادی های از و آزادی اساسی و یا متوجه شدن خطر شدید به زندگی جان و آزادی فرد خواهد شد درخواست کننده برای مدت یک سال مجوز اقامت درخواست خواهد کرد و پس از پایان این دوره در صورت نیاز ممنوعیت بازگشت تمدید خواهد شد همه این حرفها به چی معناست معنای ابتدایی مطالب بالا این خواهد بود تنها پناهجویانی که یکی از چهار, مش... چهار شکل محافظتی بالا در مورد آنها صدق کند و یا صادق باشد حق ماندن در آلمان را خواهد یافت سایر مهاجرین غیر قانونی ساکن در آلمان باید بلا فاصله به خانه بازگردند خواب به صورت داوطلبانه و یا به اجبار پلیس. تصمیم گیری در این زمینه به عهده اداره مهاجرین و پناهجویان دولت فدرال آلمان است و هر درخواست به صورت جداگانه توسط این اداره بررسی خواهد شد تصمیمات بر اساس بررسی کامل شرایط کشور مبدا اتخاذ خواهند شد محافظت در مورد یک فرد تنها زمانی اجرایی خواهد شد که خطر آزار و آسیب جدید در تمام بخش های کشور مبدا وجود داشته باشد اگر در برخی از مناطق کشور مبدا و امنیت برقرار باشد مهاجرین باید به وطن خود بازگردند به تازگی روند رسیدگی به درخواست پناهندگی سرعت یافته و دولت آلمان مقررات خود در این زمینه را سخت نموده است به عنوان مثال اکنون مقامات میارهای بیشتری را برای تعیید هویت یک درخواست کننده در نظر میگیرند. اما یک مسئله همواره سعی است قاچاقچیان انسان اهمیتی بر جان مهاجرین قائل نیستند و تنها در پی پول آنها هستند آنها قصد دارند تا شما را در یک درک تفاوت میان پناهنده و مهاجر و احتمال پذیرش درخواست اقامت شما بر اساس قوانین پناهجویی در این کشور گمراه کنند به آنها اعتماد نکنید بسیاری از پناهجویان مجوز اقامت در آلمان را به دست نخواهند آورد و در هر صورت می بایست به کشور خود بازگردند هزینه و خطرات این ماجراجویی برای آنها بسیار بیشتر خواهد بود دولت آلمان در حال تهیه مقررات سختگیرانه‌تری در مورد اشخاصی است که به طور غیرقانونی در آلمان اقامت دارند این مقررات هنوز به صورت قانون در نیامده است و به محض آنکه روشن شود این مقررات در چه زمان به اجرا خواهند آمد و محتوای دقیق آنها چیست تغییرات را به اطلاع شما دوستان و خوبان ما خواهیم رساند در پایان ممنون و تشکر که ما را تا پایان ویدیو امرایی کردید و لطفا کانال ایف جی تیوی را حمایت و سپورت کنید سابسکرایب کنید ویدیو های ما را لایک و شیر کنید دوستان کامنت های خوب و زیبای شما در پایان هر ویدیو ما را خوشحالتر خواهد ساخت ممنون و تشکر